کنفرانس در سنای آمریکا درباره تحولات خاورمیانه، ایران و اشرف همزمان با سخنرانی اوباما در وزارت خارجه برای اعلام سیاست‌های جدید. سخنرانی‌های مقامات عالی رتبه دولت‌های کلینتون، بوش و اوباما. استقبال از بازبینی سیاست خاورمیانه، تأکید بر تهدید رژیم ایران، ضرورت حذف مجاهدین از لیست، محکومیت حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف، تأکید بر مسئولیت و تعهد آمریکا در قبال حفاظت از اشرف و مخالفت با طرح جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق. نامه قاضی تدپو عضو کمیته خارجی کنگره آمریکا به هیلاری کلینتون. محکومیت حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف به رغم ابراز اطمینان‌های وزارت خارجه آمریکا در جلسات استماع کنگره، مخالفت با طرح جابجایی ساکنان اشرف، تأکید بر ضرورت تحقیق درباره حمله 8 آوریل و خروج نیروهای مهاجم عراقی از اشرف. فراخوان سناتور دبی استید ناو، رئیس کمیته کشاورزی سنای آمریکا به وزیر خارجه آمریکا، ضرورت و اولویت ورود کمک‌های انسانی و درمانی به اشرف. فراخوان 55 نماینده پارلمان عراق به ادمل کرد، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق، ضرورت تحقیق بین المللی و معرفی مقامات دست‌اندرکار جنایت 8 آوریل، تایید طرح پارلمان اتحادیه اروپا برای حل مسالمت‌آمیز بحران اشرف، رد هر گونه جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق. نامه فدراسیون انجمنهای دفاع و ارتقاء حقوق بشر در اسپانیا متشکل از 16 سازمان حقوق بشری سراسری، خطاب به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمایت از طرح پارلمان اروپا برای اشرف و تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پروسه اجرای طرح. بیانیه کمیته عربی وکلای مصری در دفاع از 1000 زن اشرفی، حمایت از طرح پارلمان اروپا با تأکید بر شروط ضروری این طرح شامل خروج نیروهای عراقی از اشرف، برداشتن محاصره، انجام یک تحقیق مستقل درباره جنایت 8 آوریل و پیگرد مسئولین جنایت در صدر خبرهای کارزار کبیر فروغ اشرف است.